سایبری جمهوری اسلامی و خیلی از ایران ستیزان در روزهای گذشته و حتی امروز بسیار بسیار تلاش میکنن که این روشنگری ها صورت نگیره و همچنان میتازند بر اصالت و پیوند تاریخی دو ملت. ما قدری با محافظه‌کاری روم ها رو برگزار میکنیم. دوستان و عزیزان کارشناسی هم دعوت کردیم که به جمع ما بپیوندن، حتما خواهد آمد به خاطر مسئله و محدودیت هایی هم که در داخل کشور هست. ما اجباری برای حضور یافتن عزیزان در استیج قائل نیستیم، میتونن پرسش هاشون رو در بک چنل بپرسن، مطرح کنن و ما اینها رو با جناب آقای رحیمی که در مسائل یهودی استاد هستند و پرسش ها رو پاسخ میدن. من فقط جناب رحیمی اشاره هایی بکنم. به طور مثال وقتی که صحبت از سیونیست و بازگشت و حق یهودیان برای داشتن سرزمین باستانی خودشون میشه، خیلی ها سعی میکنن مسئله قومیت، دین و هویت در واقع قومی رو اینها رو از هم دیگه جدا بکنن، در حالی که این خیلی طبیعی است که هر قومی و هر ملیتی در واقع در هم تنیدگی داشته باشه. ایرانیان با الهستن به آین باستانی خودشون پیامبر خودشون زرتشت ما عرستانی و اطلاعاً آتشی که همواره در آتشگاه های ایران روشن بوده، پادشاهی ایرانی، تمام جشن ها و این ها بخشی از هویت ما ایرانی ها هست، بخشی از فرهنگ ما هست و با ملیت و با کشور ما و هویت عروضی ما ارتباط داره. این که در واقع ببینیم چه کسانی هستن که امروز سعی میکنن در بحث روشنگری و بحث روشنگر میآیند و اینکه حالا فارغ از هم اون محتوایی که یک مسئله فرهنگی داشته باشه، کاستی‌هایی یا تحریفاتی درش باشه، ما به اینها کاری نداریم. مسئله این هستش که وقتی که خودشون به عنوان تعدادی انسان یا شخصیت‌های امت پرور و کسانی که همواره قصد داشتن برای مشروعیت دادن به نهادهای سیاسی و مذهبی خودشون و جدا کردن اتفاقا ملت‌ها، مردم و فرهنگ‌ها از عناوین مذهبی و سیاسی خودشون به ویژه اسلام در این منطقه، اونها هستن که دائم صحبت از این میکنن که در بحث روشنگری خودشون رو سکولار و یا قائل به مسائل علمی میدونن تا بخوان به این واسطه هم یهودیان و هم ایرانیان رو نسبت به فرهنگ و آیین‌های باستانی خودشون بری بکنن و سعی کنن که اونها رو از همدیگه جدا بکنن. حال آنکه این تفکرات اسلامی، تفکرات چپ و گلوبالیستی هستش که به بهانه روشنگری سعی میکنه این شکاف رو در بین ملت‌ها به وجود بیاره. بنابراین خیلی طبیعی هست که هر کشوری و هر مردمی از اون کشور 100% بر اساس همین هویت‌های فرهنگی، آینی و حتی دینی و مذهبی تاریخی و واقعی خودش شناخته میشه و نمیشه اینها رو از همدیگه تفکیک کرد. مشکل اونجایی هستش که فرهنگ‌های بیگانه، جانشینان انسان‌های بیگانه و دشمنانی که بر سرزمین‌های ما تاختن، از جمله در اینجا به صورت مشترک هم اعراب و هم رومیانی که بر ایران و بر یهودیه و بر یهودیان تاختن، هم خواستن مکتب و مذهب خودشون رو جایگزین مکتب و فرهنگ و آیین ما بکنن، هم صدارت و حکومیت و استیلای سیاسی خودشون رو در واقع جایگزین فرهنگ سیاسی ما بکنن. اینها مواردی هستش که وقتی تمام رسانه‌ها و در واقع در تمامیت خبرگزاری ها و اطلاعات منتشر شده یا در دست جمهوری اسلامی است یا به هر حال عوامل ایران ستیز و دشمن هر دو ملت، این است که آگاهی های کامل و درستی در اختیار هم میهنان ما قرار نمیدهد.
نمیگیره. من اینجا داخل پرانتز خیلی ساده عرض کنم که ببینید چقدر نکته ظریف است. با در واقع یهودی ستیزی و اسرائیل ستیزی که جمهوری اسلامی همواره بر اون تاکید داشته و بر اون ساخته، و ضمن اینکه ما میدونیم یهودیان برای هر فرهنگی و به هر شکل دینداری یا دینمداری دارن، این برای خودشون هست و سعی نکردن که اون رو با شمشیر یا زر و زور بر دیگران تحمیل بکنن یا به خاطر دفاع از این مسئله به جنگ سایر کشورها و ملتها برن، بلکه برعکس این سایر ملتهای همسایه بودن که اعراب یا رومیان، و برای اینکه بر این قسمت از سرزمین ها به خاطر شرایط استراتژیک اون و به خاطر تسلط این منطقه بر شرق مدیترانه به ویژه کانال سوئز و شاهراه ارتباط تجاری شرق و غرب در جهان داره، سعی کردن که با دین سازی، با نوآوری در دین و اتفاقا موازیکاری، حتی موازیکاری های مذهبی و یورش های آنچنانی و تشکیل حتی حکومت و امپراتوری ها بر اساس مذاهبی که بتونه به هر حال حاکمیت این مردم رو از این بخش از سرزمین در اسرائیل سلب بکنه، تلاش کردن که بر این مردمان بتازن، بر این سرزمین بتازن و اونها رو در گوشه گوشه جهان تحت فشار و ستم قرار بدن. اینها موارد بسیار بسیار مهمی است. و حال از اونجایی که ما ایرانیان هم نسبت به فرهنگ و تمدن خودمون تقریبا در همین شرایط هستیم، البته با عمق بیشتر تاریخی، با وسعت بیشتری، به هر حال چون اصالت بسیار بسیار در فرهنگ سیاسی جهان مهم هست و بحث حاکمیت سرزمینی رو مطرح میکنه، بحث ژئوپلیتیک درش مطرح هست، این خب طبیعی هستش که دشمنان این اصالت و در واقع حامیان جعل مذهب و سیاست در جهان همواره به طرق مختلف و در شکل‌ها و گونه‌های مختلف بر ما بتازن، سعی کنن هم تاریخ رو تحریف کنن، هم اختلاف افکنی کنن و هم دست از ستیز بر ندارن و در جاهایی هم که حتی وانمود میکنن که قصد حمایتی دارن یا قصد دارن که کار انسانی رو انجام بدن، باز در عمق اون نوعی نیرنگ، اهمالکاری، کمکاری و دو دوزه بازی دیده میشه که از جمله این مسائل در بحث جنبش صهیونیست و در واقع تشکیل کشور اسرائیل بود. من خیلی جناب رحیمی اگر اجازه بدین گذرا این نکته رو یادآوری کنم. پرسشی هم هنوز من دریافت نکردم، به هر حال اگه دریافت بشه حتما در اختیار شما قرار میدم. خواهش می‌کنم، پرسشایی که با من مطرح کردم حتما در میان خواهم گذاشت. از اونجایی که تودور هرسل در سال 1897 دقیقاً این بنا رو گذاشت و مسئله رو مطرح کرد و اون اجماع رو در بازل سوئیس هم به وجود آورد، ما میبینیم که بلافاصله فشارها بر یهودیان اتفاقا در اروپا افزایش پیدا میکنه. چون من به تحقیق، حالا اگر قبل از این جنبش سیونیسم رو در نظر بگیریم، از اون زمانی که رنسانس در اروپا آغاز شد و خواستن بخش حاکمیت مذهبی رو و بحث پارلمانی رو در واقع از همدیگه جدا بکنن و اروپا توان این رو داشته باشه که با جدا کردن سیاست‌های خودش از مسیحیت بره به سمت استعمار، که بحث کاملا مهم، حساس و پیچیده‌ای هم هست، بلافاصله تحولی در اروپا صورت گرفت، فشارها بر یهودیان بیشتر شد، با این مسئله مقابله شد، درگیری‌ها داشت میرفت و به سمت جنگ جهانی اول ختم شد. و ما میبینیم که تودور هرسل در 44 سالگی بی هیچ دلیلی در سال 1904 خیلی مشکوک کشته میشه و فرایند تشکیل کشور اسرائیل و درخواست یهودیان و تلاش اونها برای بازگشت به سرزمین های اصلی خودشون با مشکلات و چالش های زیادی درگیر میشه، از جمله گروکشی اروپایی ها وقتی که در نزاع قدرت در اروپا تا یه جنگ جهانی اول با هم دیگه درگیر شدن. در واقع نقطه ای هستش که اروپایی ها و همین بالفور و اتفاقا انگلستان که خیلی ها مثلا در همین ویدیویی که شما
پخش کردید نشان میدن که انگلیس ها خیلی دوست داره یهودیان و اسرائیل بودن، یا به خاطر نیامدن جلوگیری از آمدن مهاجرها به انگلیس تصمیم گرفته بودن که این سرزمین رو در اختیار یهودیان قرار بدن. میبینیم که اینجوری نیست، بلکه اینها میان و برای اینکه یهودیان در امریکا به خاطر فشارهایی که در قرن‌های گذشته در اروپا بود و بسیاری از تجار یهودی به امریکا سفر کرده بودند، در اونجا بودند، حتی جنبش‌های نوعی صهیونیستی هم به قصد و هدف امریکا شکل گرفته بود و به هر حال یهودیان در امریکا قدرت رایزنی داشتن و توان این رو داشتن که اروپا رو در جنگ جهانی اول در مقابل عثمانی و آلمان یاری بکنن، وارد یک گروکشی میشن. در واقع شرط رو این میگذارن اروپاییان برای یهودیان که اگر میخواهید ما شما رو بر حاکمیت سرزمینی خودتون به رسمیت بشناسیم یا اونجا رو اجازه بدیم که شما ملیت خودتون رو برپا بکنید، شرطش این هست که آمریکا رو راضی بکنید که به جنگ وارد بشه و در حمایت از اروپا کمک بکنه. که همین مسئله بهانه اتفاقا کشتار یهودیان در جنگ جهانی دوم، یعنی در سالهای پس از این ماجراها میشه و در واقع هیتلر و حزب نازی این که مسئله آلمان در جنگ جهانی اول رو شکست قلم داد میکنن، در حالی که ما میدونیم این گونه نبود و صرفا بعد از فروپاشی حکومت عثمانی و اتفاقا همزمان با سرنگونی امپراتوری تزاری و در واقع روی کار آمدن بولشویک‌ها و شکل گرفتن اتحاد جماهیر شوروی، خیلی تغییرات سیاسی صورت گرفت که امریکا نقش خیلی کمی در اون مسئله داشت. اما به هر حال حزب نازی با کنار زدن پادشاهی پروس و در واقع حرکاتی که در اونجا در آلمان انجام شد، منجر به این شد که هیتلر به عنوان سخنگوی بیشفعال حزب نازی مسئله حضور امریکا در جنگ اول جهانی رو به گردن یهودیان بندازه و در واقع با تنازع و نزاع نژادی حزب خودش رو و ارتش آلمان رو برای نابودی یهودیان بسیج کرد و این رو مسئله اصلی و خیانت اصلی به آلمان قلمداد کرد. از اون ور میبینیم که پیش از این، یعنی در همون زمانی که اروپاییان این وعده رو به یهودیان میدن که اگر امریکا به جنگ وارد بشه در سال 1917، یعنی وارد بشه و کمک بکنه به اروپا در جنگ، اجازه تسلط یهودیان رو بر سرزمین های باستانی خودشون میدن، این تسلط و این اجازه هم با شروط و در واقع دستاندازهای سیاسی و مشکوکی مواجه بود که تا همین امروز این حاکمیت رو متاسفانه کامل نکرده و هم